شدت میشه گفت کاسبی کساده. یه چیزی که جالبه تا اون نقطه که من میدم کسی در حال خرید آجیل نیست، صف چلو کبابی مسلم هم خبری نیست. برچه بگیم تعداد اینجا کامل بسته شده. بارم که میبینید دلالای دلار هم همجوری نقایستادن، اکثر مغازه ها اومدن جلو در مغازه شون دنباله. واقعا جای قیمت کمتری رو میبینیم برای خرید کردن. الان داشتم میشنم میگه پنجشنبه که هیچی رو مشتری دارن، الان همون لباس های زمستونی و پاییزه است. میریم بریم سمت مسجد شاه. میدونید که من خیابون ناصر خسرو، میدونید که یک کوچه مرگه میشناسید دیگه، اینجا غذاییه که میشه تهیه کرد، فلافل دیگه خودتون میبینید یاد اون همهمهی که بیرون هست. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله مادم بازار، چرا بازار انتخاب کردم؟ ببین که شغل پدری من بازاریه، تو تیمشه بوده و همچنین تو شوش هم هستی. میدونیم مدته به شدت میشه گفت کاسبی کساده، چرا که قبلا اگه خاطرتون باشه دلار که میرفت بالا تو بازاری رسمیه که تاب دلار میره بالا، حالا چه کاسبا چه مردم جنس میخرن، ولی در حال حاضر مردم با این حال که رفته بالا دلار حاضر نیستن جنس بخرن، چرا که معهدات زندگیشون مهمتره. به من اینجوری برداشت میکنم حداقل، چون دقیقا برعکس همیشه هستش. حالا من بازار جمعیتشو داره، چون میدونی اینجا یکی راستای خیلی شلوغه تهران هم محسوب میشه. خب میدونم که میبینید که یکی راستای شلوغ محسوب میشه، که عزیزان داره آهنگ میزنه چند ثانیه وایستیم و بعدش ادامه بدیم. یه چیزی که جالبه بدونید تو قسمت بازارش هم بهتون میگفتم، اصولا وقتی که جنس ها گرون میشه مردم بیشتر میمدن خرید کردن، ولی این دفعه با همه شرایط فرق میکنه. به نظرم یه کسادی بیشتریه، فقط دست فروشه که قیمت پایین تری دارن الان باز میشه گفت خرید دارن. الان نگاه کنید مثلا تو صنف آجیل رو نگاه کنید، تا اون نقطه که من میدم کسی در حال خرید آجیل نیست. قیمت ها هم که آلو 140 تومن، آلو تازه همه آلو دیگه 140 تومن نیست، چهار مغز هم 400 تومن، واقعا گرونه. زرش کلایی 150 تومن. به چی بهتون بگم، یادتونه من همیشه میمدم اینجا چلو کبابی مسلم صف میکشیدن، الان حتی از اون صف چلو کبابی مسلم هم خبری نیست. برچی بگیم این اومدیم سبز میدون، میدونیم که بازار سبز میدونش یه طلا فروشی، اونجا هم نمیشه ویدیو تهیه کرد، وگرنه مطمئن باشید که میرفتم داخلش رو نشون میدادم اونجا زیاد خبری. اینجا هم که دلالای دلار رو سکه که الان خب بالاخره از اول تو بازار بودن هنوز هم هستن. یکم میریم داخل خود بازار ببینیم که حال روز بازار به چه صورته، بعدش هم میرم سمت مسجد شاه ناصر خسرو کوچه مروی. سعی میکنم خیلی به صورت خلاصه و مختصر بهتون نشون بدم. الان مغازه ها رو هم نگاه کنید، یه تعداد اینجا کامل بسته شده. میبینید دیگه، یعنی الان خود بازار میخوام بریم هیچ خبری از اون جمعیتی که تو اون راسته بودن نیست. بارم که میبینید دلالای دلار هم همینجوری وایستادن، مشخصه دیگه. بریم داخل بازار کفاشا. کانال جدیدم هم حتما دنبال کنید، مکانای گردشگری و تاریخی رو براتون گذاشتم، لذت ببرید.
لینکش تو اولین کامنت براتون قرار دادم. اینجا ورودی بازار کفاشاست، میدونی اینجا اصلا یه جوری همیشه شلوغه، اصلا آدم نمیتونه بره داخل. شاید نرم به راحتی دارم واردش میشم و میبینید که این شلوغی قبل رو به هیچ عنوان نداره. حالا داستان رو نگاه کنید، هیچ خبری نیست، هم جمعیت نرماله، یعنی واقعا ویدئوی قبلی من رو دیدی در بازار دیگه، 100% به شدت شروع را نمیشه راه رفت. حالا اکثر مغازه‌ها اومدن جلو در مغازه‌شون دنبال مشتری میگردن. در ادامه با من باشید که بعدش میریم سمت ناصر خسرو و فلافلی و کوچه مروی و اینجور جاها. سمت تیمچه حاج الدوله ببینیم که چه خبر. میدونیم اینجا همون دایی که آتیش گرفت چند وقت پیش. واقعا جای قشنگیه این. هنوزم یه تعداد از این مغازه‌هایی که تخریب شدن بالا همه دو طبقه سوختن دیگه. خیلی از کسبه اینجا دوباره از نو شروع کردن. خودتون میتونید ببینید دیگه، نیاز نیست که من تکرار کنم. این قسمت بازار جز جاییه که خیلی هم میان برای خرید، این تخصصی میدونن اینجا چی میفروشن، میان برای خرید کردن. تو خیلیتون اینجا نمیشناسید، اینجا دالان دومه. حتی اونه که تو بازار آشنا داشته باشن یا رفت آمدشون زیاد دیده باشه در قدیم. بذار من اومدم قسمت هایی که به قول خودمون گل بازاره. هرچی که وارد خود بازار شیم جمعیت کمتری رو میبینیم برای خرید کردن. الان داشتم میشینم میگه پنجشنبه که هیچی رو هوا. راست میگه پنجشنبه چون بازار زودتر تعطیل میشه دیگه اصولا خیلی خلوت تره. خب داریم میریم سمت خروجی بازار بزرگ که بریم سمت مسجد شاه، از اون بعد ناصر خسرو و کوچه مروی هم ببینیم که به چه صورته. خودتون میبینید دیگه سم حالا این ساعت سوریشه که دیگه فکر نکنم چیزی که تنها چیزی که مشتری دارن الان همون لباس های زمستونی و پاییزه است که از الان شاید خرید بشه، وگرنه چیزایی مثل ساعت، لوازم خانگی، طلا، خوشبار، اینا هیچ کدوم مشتری نداره و واقعا هم خلوت. همه ای که میاد به خاطر اون دلالاییه که اون بالا سر منه، این بالا تو این بالکن این بالا قرار داره. اون بر که سمت ناصر خسرو بعد در ادامه میریم بریم سمت مسجد شاه. میدونید که مسجد شاه جزو مسجدهای قدیمی
بازاره که حداقل یه بار دیگه اسمشو شنیدید دیگه. این نگاهی بهش بندازیم و بگردیم بریم به راهمون ادامه بدیم. اونجا همیشه یه حیاتی بود که مغازه‌هاش همه شلوغ ولی دیگه اون شکلی نیست. اکثر اینجا مه میفروشن و ترازوهای دیجیتال و ترازو طلا و باب صندوقهای کوچیک و بیشتر این شکلیه. جان ترازوهاست و کلید سازی هم یکی از بورساش اینجا هستش، قفل نام هست. بریم داخلش و بگردیم بعد بریم سمت ناصر خسرو. واو چند تا از عزیزان ازم خواسته بودن که هر موقع دور اومدن بازار حتما داخل اینجا هم بشن. خاطر شما عزیزان یه سر هم زدم اینجا و متشکرم که دیدید. چون دارن گود برداری میکنن، نمیدونم برای چی میخوام بزنم اینجا. بریم سمت ناصر خسرو. خب اومدیم خیابون ناصر خسرو. میدونید که ناصر خسرو کلن به دلاله داروش معروفه. واقعا هم الان دارو یکی هم مشکلاته. میدونید عدید من اینجا یه بار کتکم خوردم به دلاله دارو ها. طرز وحشتناک، خطرناکتر از دلاله دلار دلاله دارو هم میدونید. نه دیگه مستقیم با جون آدمیزاد بازی میکنن. حتی خب خیلی داروهای کمیاب هم فقط دست اینا خارج میشه، یعنی هیچ رای جز اینا پیدا نمیکنه. نمیدونم واقعا چی نظر خاصی. میدونید اینجا بورس عطر و کرون و لوازم پلاستیکی و آزمایشگاه اینا هم هست. این صرفا همین بورس دلال دارو نیستش، خودتون میبینید. ولی خب این قسمت های بازار یه خیلی کساده دیگه به نسبت بقیه جاها. داریم میرسیم سر کوچه مروی. یه کوچه مروی هم میشناسید دیگه. اینجا هم که فلافلی مرویه. اگه ویدیو من دارستون که همیشه شلوغه بیرونه تو این تایم صفحه شد بازم شلوغه. یه ارزون ترین غذاییه که میشه تهیه کرد فلافل دیگه. الان فلافل 25,000 تومان 5 دونش. اینم که حال روز کوچه مرویه یه جوری. اینجا دوره من خودم رو میگم پاتراق اتکلون و عطر و اینجور چیزا بوده، هنوزم هست. دو لوازم خارجی، شکلات، ماشین ریشتراش، چای، اتکلون، همه چی اینجا پیدا میشد. خودتون میبینید یاد اون همهمه ای که بیرون هست خبری نیست. اینجا انقدر خلوته بذاره میشه که همه گذرن. بالاخره بازار همه مسیرش به هم راه داره دیگه میشه گفت. امیدوارم تونسته باشم بخش از خاطرات شما رو تو بازار و حال روز این روزها رو بهتون به نمایش بذارم. امیدوارم هر جا هستید در کنار خانواده
شاد و پر انرژی باشید. تا ویدیو دیگه، بدرود.